فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی خیلی خوش آمدید. این هشدار نوتام اصولا به چه معناست؟ آیا به معنی بسته شدن آسمان ایران در روزهای اعلامیه؟ بله، نوتام معمولا اعلامیه‌ای هستند که سازمان‌های هواپیمای کشوری برای اطلاع دادن به پروازهای عبوری از حریم هواییشون منتشر میکنند و در این مورد به نظر میرسه که هواپیمای کشور ایران میخواد به پروازهای عبوری این هشدار رو بده که در یک بازه زمانی مشخص بر فراز یک محدوده جغرافیایی مشخص که در اینجا حالا منطقه‌ای هست در حدود 78 کیلومتری غرب منطقه فوردو و جنوب غربی قم، یک قرار است که تیراندازی هوایی صورت بگیره از سطح زمین تا یک ارتفاع مشخص 12000 پایی و میخواد که هواپیماها در این در یک ساعت مشخصی در اون روزهای پنجم و ششم ششم و هفتم آگست در حقیقت فردا و پس فردا در اون ساعت‌ها در اون محدوده پرواز نکنند که موقعیت جغرافیایی رو محدود داده و به نظر میرسه که مربوط بشه به آزمایش‌های سیستم‌های پدافند هوایی در اون منطقه فوردو و عراق. در اون محدوده جغرافیایی تأسیسات هسته‌ای متعددی هستند، کارخانه آب سنگین عراق میشه گفت در فاصله چند دوری از اونجاست، همونطور که عرض کردم تأسیسات فوردو، گروه پدافند هوایی فوردو حضرت معصومه در اونجا تأسیساتی داره، امکاناتی داره، گروه پدافند هوایی عراق همینطور، اونجا یه آموزشگاه درجه داری دارن، کل منطقه مرکزی پدافند هوایی که متمرکز هست در اصفهان در پایگاه هشتم شکاری اصفهان هم یک مرکز آموزش پدافند هوایی داره که ممکنه در رابطه با فعالیت آموزشی یا آزمایش سیستم های مستقر پدافند هوایی باشه در انتظار فعالیت ها و اقداماتی که ممکنه بر فراز حریم هوایی ایران انجام بگیره. آقای ندیمی چقدر ممکنه این هشدار نوتام مرتبط باشه و به عنوان نشانه تلقی بشه برای حمله احتمالی ایران به اسرائیل؟ احتمالش خیلی زیاده، به خاطر اینکه خب اگر اینا برنامه دارن که حمله موشکی انجام بدن به اسرائیل، خب طبیعتاً این حملات موشکی از پایگاه موشکی غرب ایران صورت میگیره، ولی انتظار دارن همونطوری که به نظر میرسه اسرائیل در واکنش به حمله 13 آوریل ایران یک سایت پدافند هوایی رو در پایگاه هشتم شکاری زد، ممکنه که اسرائیل واکنش نشون بده و واکنش اسرائیل به احتمال خیلی زیاد در مرکز ایران و احتمالاً علیه تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود، همونطور که عرض کردم منطقه مرکزی پدافند هوایی و همون گروه پدافند هوایی فوردو، گروه پدافند هوایی خندام، اینا مسئولیت حفاظت از تمام تأسیسات هسته‌ای اون منطقه رو، نطنز، عراق و اصفهان رو بر عهده دارن و بسیار احساس میکنن که مسئولیت سنگینی هست و باید امکاناتشون رو با توجه به شکستهایی که در پیشین داشتن تقویت بکنن. در اون منطقه به طور کل یک حالت درمانند هستش تا رسیدن به منطقه فوردو و قم و فکر میکنم که اینا میخوان امکانات پدافندیشون رو در اونجا تقویت بکنن، آزمایش بکنن تا احیانا از اون مسیر دچار غافلگیری نشن. و آقای ندیمی به زمانبندی و تاریخ این هشدارها هم بپردازیم. در گزارش اداره امنیت هوانوردی آمریکا دو تاریخ اعلام شده، یکی فردا حدود ساعت 11 صبح، دیگه روز پنجشنبه ساعت 4 صبح. چرا دو تا تاریخ معین شده برای این موضوع؟ مشخص نیست دقیقاً، دلیل اینکه دو تاریخ مشخص شده معلوم نیست، ممکنه که دو آزمایش در دو تاریخ متفاوت باشه، یا اینکه یکی از این تاریخ‌ها رو در نظر دارن یا یک بازه زمانی رو میخوان با وجود اینکه مشخص کردن از نظر زمانی، ولی ممکنه که بخوان اینا رو به نوعی به هم ارتباط بدن و یک نوعی آمادگی برای اون بازه مشخص بکنن و در این حال شاید اگر فعالیت پدافندی میخوان انجام بدن به خاطر اینکه احتمالاً سیستم‌های رادری روشن میشه، نمیخوان امکانات الکترونیکی و کسب اطلاعات دشمن رو خیلی آلرت بکنن برای یک اتفاق خاص که ممکن یکی از این نوتا باشه. بعد این نکته رو بگم که در این برای این روزهای اخیر چندین نوتام صادر شده که این فقط یکیش هست، یه نوتام هم برای
اختلالات GPS در کل منطقه کنترل ترافیک هوایی تهران صادر شده و همینطور یک نوتام برای تغییرات فرکانس‌های رادیویی صادر شده که خلبان‌ها باید روی فرکانس‌های جدید ارتباط برقرار بکنن. یه نوتام هم برای تیراندازی هوایی بر فراز جزیره سیری در دهانه خلیج فارس برای همین روزها صادر شده بود که در مجموع نشون دهنده اینه که یه مقدار فعالیت‌های پدافند هوایی و همینطور احیانا پارازیت هایی که روی جی پی اس میدن در انتظار پاسخ دشمن برای حکومت اسلامی که ممکن از بمب های هدایت شونده جی پی اس و ماهواره استفاده بکنه، در مجموع میشه دید که آمادگی نظامی هم تهاجمی و هم دفاعی داره بالاتر رفت. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همینجا واشنگتن دی سی.